ببینید، توقع دارم ازتون اگر تصمیم گرفتی که از این به اصطلاح اون شکلا رو رسم کنی، حتما از این عکس ها ایده بگی. حتما تو اینا چیزی هست که نظر شما رو جلب کنه، بالاخره پیدا میشه. این اگه نظر من شما بهش خندیدید، مطمئنم این نظر شماست. باید بتونید با ایلستریتور ایجادش کنید. این که میدونید چیه؟ با پن کشیده سرقلمش رو از نوع اینک انتخاب کرده. وقتی اینکو بهش میدین این شکلی میشه. درسته؟ جزء درس جلسه اولتون بود که میتونید سرقلم رو عوض کنید. سرقلم پنو. از نظر قوس هم توقع دارم که حتما کاراتون آیرودینامیک باشه. اینا همه با ایلستریتور. مطمئنم تو اینا بالاخره شما میتونی با تماشا اینا یه ایده ای بگیری. درسته؟ پشت کارتون حتما از این کارا باشه که مطمئنشم سواد این کارو داری. کسی نگه من دوست نداشتم. یه چیزی انتخاب کن. به من نشون بده تو ایرلو میفهم. حتما باید به من نشون بدی. این یه فولدر بکگراند یک. خب بکگراند دو چیه؟ بکگراند دو همون ماجره هاست، منتها این بار با یه سبک دیگه. باز اینا هم با همونه، منتها خیلی خیلی توش از ابزارهای دستی و اینا استفاده شده. بکگراند سه توی سه اومده با تصویر ترکیبش کرده. یه ذره ترکیبم میبینی توی این کار. سه به مقداری تصویر سازی ها بیشتر. و توی چهار اومده سبکای خیلی، من بهش میگم رئال. اینا همه با ایلستریتوره ولی دیگه با منتها توی این کار گلو نمیان رسم کنن. گلو جلسه بعد یاد میدم. اینا رو رسم کرده ها، این ساقه ها، این حالت ها رو رسم کرده، ولی خود گل رو نه. اینا رو رسم کرده با همون توی گل نه. گل رو بذارید جلسه بعد. شکلایی که نزدیک به واقعیت رو بذاریم بعد. اینا حتما با دست کشیده نشد. خب یک و دو و سه و چهار رو میدم بهتون. تو جلسه چهار پس یه سری سمپل بهتون میدم. نکته بعد اینه که از این کار برای چه کارهای دیگه استفاده میشه. برای تتو هم با همین تکنیکه. یعنی کسایی که تو این کارن شکلایی که رسم میکنن مخصوصا تو قرینه هاش، نصفش رو رسم میکنن دوباره چیکار میکنن؟ نصفش و قرینه شو میگیرن میذارن کنار. پس توی رو یاد بگیری میتونی این صنعت هم بشناسی. این هم به صورت حالا نام حک رو بدن هست، هم به صورت چاپ هست. چاپش هم دیدید دیگه، یه بار مصرف هایی که هرچی خودتون رو تکون بدین نمیفته. به هر حال اینم فولدرشو ندید، اینو به دهنتون نمیدم چون زیراب زنید. تو
تو دوست داری به خاطر مهمونمون که از خارج اومده بیا، اینم تتو ببر اونجا، بکن اینطوری بکن اونجا، نه اینجا، پاشو بهت بگم کجا، یکی اینجا، یکی اینجا زوسا، یه جایی باید بزنی که اگه ناخدا، بذار فیلمو نگه دارم.